جناب سلیمانی امیری گرامی، درود بر شما. خوش آمدید به برنامه خودتون، به جایگاهی که همیشه برای شما محفوظ در رادیو مونی. و ما توی این چند سال گذشته خیلی وقت گذاشتی شما، خیلی وقت گذاشتیم و به باور من به ثمر هم نشست از نظر تئوریک. و خب مدتی است ما از فلسفه سخن میگوییم که نه تنها راهکارهایی نشون میدادند با اندیشهشون، با فلسفهشون، با دیدگاهاشون، بلکه برخی از اونها حتی وارد میدان عمل هم شدن. در تاریخ هم ما بسیار داریم روشنفکرانی که توانستن مردم را رهبری فکری بکنن، به تأثیر بسیار جرفامندی بر مردم داشته باشند و هم توانستن در جایگاه رهبر عمل کننده و رهبری سیاسی دست پیدا کنند. اما جهان به این سادگی که ما میپنداریم نیست دیگه، چرخهای خودش هم میزنه، لجبازی خودش هم داره. این گونه هم نیست که هر روشنفکری، هر سیاستمداری هر چرا که میخواهد بتواند پیاده کنه. این اصلا جهان یک سویه نیست، هزار و یک سویه داره و از هر سو تأثیرات متقابلی بر یک پدیده حائل می شوند، وارد می شوند و اون پدیده هم خودش رو اگر فلکسیبل باشه، نرمش داشته باشه، با اون حرکت ها هماهنگ می کنه و نتیجه که میاد بیرون شاید اصلا متفاوته با آنچه که هر یک از این پدیده ها و رهبران فکری می اندیشیدند. و من از شما خواهشی که دارم این است که امروز که در ادامه سخن در باره توماس پین داریم جلو میریم، او یک روشنفکر بود، یک عملگرا بود و مبانی هم در سر راش بود، حتی زندان هم کردن، زندان هم شد، گورستانش هم که اون دفعه گفتیم مثلا ناپدید شده، معلوم نیست در کجا بوده، گور به گورش کردن که کسی بعدا نره اونجا به آرامگاه او یادی از اون بکنه. اینا نشون میده که عملگرایی هم ضمن این که لازمه برای یک تحرک واقعی اجتماعی، گاهی هم موانعی دارد که ما اینا رو باید بشناسیم. بنابراین اون روشنفکرانی که توانستن بیشتر موفق بشوند چه کار کردن که ما یاد بگیریم؟ شاید من که نه، ولی آنهایی که میشنوند و اهل میدان هم هستن از این بهره بگیرن. خیلی خیلی خوش آمدید و از شما خواهش میکنم که سخن رو به آغاز کنید. بفرمایید. شما جناب مانی بزرگوار، عرض ارادت خدمت یکایی که بینندگان رادیو و تلویزیون مانی، در مورد مزار آقای توماس پین سخنانی رو فرمودید. حالا ما در آینده مفصل در موردش بحث خواهیم کرد که آن انگلیسی که آمد و در واقع استخوان‌های آقای پین رو قصد داشت ببره به انگلستان و اونجا برای او یک یادبودی رو بنا بکنه، چه حوادثی بر او گذشت و اون استخوان‌ها چگونه گم شدن به اصطلاح. اما یکی نکته بسیار مهمی که در اندیشه های توماس پین وجود داره، تبدیل اندیشه به عمله. ببینید، ما وقتی در مورد انقلاب ها صحبت میکنیم، داریم در مورد کنش جمعی صحبت میکنیم. درسته که بعدها یا امروزه اندیشمندان بزرگی در مورد کنش جمعی صحبت های زیادی انجام دادن که آیا این کنش ها عقلانی هن، احساسی هن، زمینه هاش چه هست، که حالا اگر نیاز باشه که حتما هم هست، در مباحث آینده که ما پیرامون انقلاب ها خواهیم داشت به این مسائل خواهیم پرداخت. کتاب هایی که به منطق کنش جمعی میپردازن، الگوهایی که وجود داره که مردم چگونه میان. اما اگر برگردیم به دوران توماس پین، یعنی در درون یک فضایی که رهبران انقلابی وجود دارن اما به سادگی نمیشه مردم رو وارد میدان کرد، اونها رو علاقمند به سرنوشت خودشون کرد، یه موانعی وجود داره. به همین دلیله که انقلاب ها خیلی معدودند، اندکند، یا مربوط به دوران بعد از روشنگری هند. قبل از اون هم البته شورش های مردم بود که سبب میشد رژیم هایی یا به نوعی حالا دیکتاتورهایی از بین برن. ما از مصر باستان داریم،
شورش هایی که تبدیل شد که فرعونی رو بیاندازند یا افراد دیگری رو، در ایران هم همینگونه. اما اونها انقلاب نیستند، بلکه شورش ها یا قیام هایی هستند که نوع نگاهشون فقط براندازی شخص حاکم فاسده و قطعا به جای او یک فاسد دیگری هم میاد. یعنی آنچه که ما امروز مفهوم مدرن انقلاب رو مد نظر داریم در اون زمان وجود نداشته. اما محل بحث ما اینه که چه جوامعی دست به انقلاب میزنند؟ چه جوامعی موانعی دارند که کار به میدان آوردن مردم رو دشوار میکنه؟ یک روشنفکر، یک رهبر انقلابی قطعا برای هر طرحی باید موانعش رو هم بشناسه. بله، من دوست دارم خونه بسیار شکیل و بزرگ و گران قیمتی داشته باشم، اما باید ببینم آیا مقدماتش رو دارم برای فراهم کردن این خانه. شما وقتی نقشه ای طرح کنید اما بودجه نداشته باشید که اون مصالح رو تهیه بکنید، نمیتونید اون خانه عظیم رو بسازید. بنابراین داشته ها، ظرفیت ها، توانایی ها برای محقق کردن طرحها بسیار مهمه. اصلا عقلانیت سیاسی یعنی همین، شما مناسب با داشته هاتون، ابزارهاتون، اهدافتون رو محقق کنید، وگرنه طرحهایی که وعده های بزرگ میدن بدون اینکه زمینه هاش فراهم باشه، یعنی طرحی فاقد عقلانیت و اون طرحش رو شکست میکنه، جامعه رو دچار شکست میکنه. وقتی من در امور نظامی توانایی ندارم که در برابر یک ابرقدرت بایستم اما او رو به جنگ دعوت کنم، در واقع بر روی مرگ خودم سرمایه گذاری کردم. و افرادی هم که هورا میکشند که ببین سلیمانی چقدر قویه که حل من مبارز میطلبه بر یک ابرقدرت، در واقع انسانهای تودهی هستند، انسانهای عوام هستند، انسانهایی هستند که از عقل بیبهرند و نمیدونن سلیمانی داره بر روی جان خودش سرمایه گذاری میکنه. او باید یک طرح دیگری رو پیش ببره. مبارزه با استبداد هم همین گونه است. کار بزرگ رهبران انقلاب در این بوده که توانستند مردم بسیار زیادی رو وارد فضای سیاسی اجتماعی بکنن، جایی که بتونن حکومتها رو کنار بزنن. این مسائل برای امروز ما هم مهمه. یعنی وقتی عده‌ای برمیگردن و میگن این خاکستری ها چرا به میدان نمیآیند، اگر اونها رو نشناسن نمیتونن بگن چرا نمیآیند. شما با گروه متنوعی در جامعه روبرو هست. آیا مطالباتی که میتونه یک دانشجو رو به خیابان بیاره همون مطالباتی است که میتونه یک تاجر رو به خیابان بیاره؟ اگر ارزش هایی که میتونه یک مرد، حالا بگیم شیعه 12 امامی معتقد رو به خیابان بیاره، همون هایی است که یک دختر نوجوان مدرن رو میخواد به خیابون بیاره، یا بالعکس؟ پس چه گفتمانی مهمه، چه ویژگی هایی در درون یک گفتمان مهمه که شما میتونید مردم رو به اندازه مورد نیازتون که یک انقلاب رو به پیروزی برسونید وارد خیابان ها بکنید؟ به اونها یاد بدید هیچ انقلابی جناب مانی ظرف یک ماه و دو ماه پیروز نشده، سالها طول کشیده، پیروزی ها وجود داره، شکست ها وجود داره، سرکوب ها وجود داره. اگر مردمی برای یک بار به خیابان ها بیان و برگردن به خانه هاشون، فایده ای نخواهد داشت. بنابراین نه تنها باید تعداد عظیمی از مردم رو بیارید به خیابان ها، بلکه این در خیابان ماندن هم باید مستمر و مداوم باشه. خب چه چیزی این کار رو میکنه؟ رهبران انقلابی به همین دلیل داره اهمیتن. یعنی اگر کسی بره کنار بنشینه، گهگاهی مصاحبه بکنه، بیانیه بده، اعلامیه بده، آیا انقلاب رخ میده؟ اگر رهبر انقلابی از مسیر راه بترسه، عافیت طلب باشه، به دنبال منافع شخصی خودش باشه، انقلاب محقق میشه؟ رهبر انقلابی باید در صف مقدم اون جنگ باشه. هر ارزشی رو که داره فریاد میزنه، اون نیروی انقلابی اون رو نماد همون ارزش بدونه، وگرنه پا به خیابان نمیذاره، جان خودش رو نمیذاره، مال خودش رو نمیذاره. بنابراین در هر جامعه موانعی مهم وجود داره که برای ما شناختش خیلی مهمه. من قبل از اینکه وارد بحث تاماس پین بشم، چون بحثش رو میخوام پلی بزنیم با وضعیت امروز ما، یعنی اینکه چرا مردم ما وارد فضای انقلابی نمیشن به اون شدت،
با اون حجم دوام و گستردگی و دامنه. دلیل چی میتونه باشه؟ چه موانعی در اون جامعه وجود داره؟ بنابراین من مؤلفه هایی رو سعی میکنم ذکر کنم که این مؤلفه ها در همه جوامع میتونه وجود داشته باشن، در برخی از جوامع شدتش بیشتر باشه، برخی از جوامع اونها رو دیگه حل کرده باشن، اما کم و بیش در همه جوامع وجود داره، علل خصوص در جامعه خود ما که ما امروز باید با اون روبرو بشیم. اگر انسانی، گروهی، جامعه ای این ویژگی ها در درونش قدرت داشته باشه، اون جامعه جامعه انقلابی نیست. کار روشن فکری اینه که این موانع رو از بین ببره یا ضعیفش کنه. به همین دلیل کار فکری قبل از هر انقلابی مهمه، چون این موانع در جامعه وجود داشتن که انقلاب رخ نداده، این موانع وجود داشتن که یک دیکتاتور به اونها حکومت کرده، این موانع وجود داشتن در جامعه حاضر بودن، محترم بودن، مقدس بودن که مردم نتونستن اونها رو برهم بزنن. اولین عامل تقدیرگرایی، یعنی در جوامعی که انسان سرنوشت خودش رو از ید خودش خارج میدونه، از عقل خودش خارج میدونه و معتقده که از قبل تمام سرنوشت او نوشته شد، از بدو تا ختم رو خدا مقرر کرد یا نیروی ماورایی او مقرر کرد، این سرنوشت محتوم جامعه ماست، این عذاب الهی است که بر ما نازل شده و در نتیجه یک قدرتی تمام و کمال اون رو بر ما به عنوان یک نظم سیاسی حاکم کرده، طبیعیه که من دیگه توانایی برهم زدنش رو در خودم نبینم. یعنی معتقد باشم که خب این خدا مقرر کرده، مگه من میتونم تقدیر الهی رو برهم بزنم؟ مگه من توانایی دارم که در برابر خواست خدا یا نیروهای قدرتمند مقابله بکنم؟ یادتون هست ژان ژاک روسو یک نکته جالبی میگفت، میگفت بله استبداد رو شما دارید میگید یک تقدیر الهی است، مگر بیماری تقدیر الهی نیست؟ آیا ما برای درمانش طبیب میاریم یا نمیاریم؟ ژان ژاک روسو طبق اون مؤلفه های زمان خودش داره پاسخ میده، خیلی عامیانه میگه آن چیزی رو که شما به تقدیر الهی نسبت میدی، خب در بیماری هم همین کارو میکنی. تو سوال این بود که این پادشاهان کیان که بر ما حکومت میکنن؟ مردم میگفتن تقدیر الهی، خود شاهان هم همینو میگفتن که این تقدیر الهی است که ما بر شما حکومت میکنیم. هیتلر میگفت این تقدیر آلمانه که منو پیدا کرده و من شما رو پیدا کردم. این تقدیر الهی داشتن یعنی اینکه یک نیروی بالاتر وجود داره که عواملی رو که سرنوشت ما رو میتونه تعیین کنه او از قبل تعیین کرده. روسو برگشت گفت خب بیماری رو هم شما معتقدید که تقدیر الهیه، چرا براش پزشک میارید؟ به نحوی میخواید با تقدیر الهی مبارزه بکنید دیگه، حالا چرا این رو در بعد سیاسی به کار نمیگیری؟ پس در بعد سیاسی هم اگر شاهان طبق تقدیر الهی بر ما حکومت میکنن و ظلم میکنن، ما هم موظفیم که در برابر اونها بایستیم. تقدیرگرایی در درون اون تفکر عرفانی، تصوف، نوع نگاه هایی که ما در درون جامعهمون داشتیم تمام و کمال وجود داره، در نگاه فقاهتی ما تمام و کمال وجود داره، سرنوشت رو خدا تعیین کرده، او هست که همه چیز رو میده، او هست که اگر اراده بکنه یک برگی میفته، اگر اراده نکنه برگی نمیفته. بنابراین در درون این تفکر الهی یا ماورایی یا نیروهای مختلف، جادو، سحر، هر چیزی، شما دیگه سرنوشت خودتون رو باید به دست همون نیروها بسپرید. این همه ادعیه های مختلفی که هست که دیدید، برخی هاشون در مورد رفع بیماری هاست، برخی ها در مورد سوء هاضمه هاست، برخی ها در مورد توالد و تناسله، همین آمده برای چیه؟ برای که یک نیروی ماورایی وجود داره که باعث میشه من صاحب فرزند نشه، کسب و کار و رزق و روزی من وجود نداشته باشه. پس با دعا میشه اونها رو قانع کرد که تقدیر رو عوض کنن. یک شعری از حالا من زیاد بلد نیستم که صحبت میکنه در مورد که اگر نمیپسندی تقدیر ما رو تغییر بده، اگر تو نمیپسندی، حالا یک تعبیر دیگری داره، تغییر ده غذا رو. یعنی چه؟
یعنی که اگر خدا تو من دارم که دارم گریه زاری میکنم، اگر دیدی گریه زاری منو، ضعف من رو، بدبختی منو، تو قضا و قدر رو تغییر بدی. قدرت توه که بر همه چی حاکم. خب این تفکر هم در اندیشه کلیسایی به مردم تزریق میشد، هم در اندیشه سیاسی. یعنی هر دوی اونها معتقد بودن که تقدیر جامعه ماست و مردم هم باور میکردن. برای تغییر اون تقدیر روشنفکران کار بسیار دشواری داشتن، ولی سعی کردن انجام بدن. امروز هم بحث تقدیرگرایی وجود داره. یعنی جایی که ما فکر میکنیم تقدیر ملت ماست که چون در خاورمیانه هستیم، چون چنینیم چنانیم، باید تحمل بکنیم. نه. دومین ویژگی منجیگرایی، یعنی یک عامل دیگری که مانع انقلاب ها میشه منجیگرایی است. یعنی یک شخصی که بتونه بیاد و ما رو نجات بده. حالا امروزه شکل کشورهای خارجی گرفته. امریکا با ارتش آزادی بخشش بیاد ما رو نجات بده. بمب‌های اسرائیلی بیاد ما رو نجات بده. نتانیاهو ما رو نجات بده. این نشانه استیصال، ضعف، حقارت، سفلگی و زبونی یک ملت که در خودشون قدرت رو نمیبینه، متکی میشه به هر شخص دیگری که اون منجی ماست. و این نگاه منجیگرایی باعث میشه که بشر دیگه فعالیت نکنه. سالها شیعیان این روزهای جمعه که میشد اسبی رو میبردن در بیرون شهر که امام زمان بیاد و سوار اون اسب بشه. چرا؟ چون در بدبختی بودن، در نکبت بودن. اما خودشون هیچ وقت دست به قیام نمیزدن. چرا؟ چون یه منجی از قبل در گفتمانشون تعبیه شده بود. همین منجیگرایی در درون بسیاری از اندیشه ها وجود داشت. همین قوم یهود رو شما دیدید، بیشترین منجیان در درون قوم یهود بوده تا قبل از اینکه کشور اسرائیل تأسیس بشه. هر بار هم سرکوب شدن، شکست خوردن، نابود شدن. بنابراین منجیگرایی امروز هم ابعاد سیاسی خودشو داره. یعنی ما فکر میکنیم رهبر سیاسی یک کسی است از یک خون خاص، از یک نژاد خاص. اگه او بیاد ما میتونیم پیرامونش جمع شیم، وگرنه ماها که خودمون عقل و خرد ندیدیم، خودمون منافع خودمون رو نمیتونیم تشخیص بدیم، خودمون که توانایی نداریم مدیریت کنیم. او باید باشه. این مسئله منجیگرایی امروز هم وجود داره. آنقدر بعضی ها مستاصل شدن به نیروهای خارجی هم متکی، در حالی که شما میبینید. من در نوبت اول عرض کردم تاماس پین از قشر عامی جامعه است، عادی جامعه است. میخواد بگه وسیله نجات خودمونیم، نباید منتظر باشید یک شخصی با ویژگی های خاصی بیاد و ما رو نجات بده. سومی مان سنت گرایی، یعنی گرایش به افکار گذشتگان. چرا این مسئله مشکل سازه؟ چون ویژگی ها و عناصری در این سنت ها وجود دارن که دستگاه های استبدادی ساختند برای که جامعه رو تحت انقیاد بکشونند. شما دستگاه استبدادی دین رو در نظر بگیرید. میگه بدون امام زمان هر قیامی برای تشکیل حکومت قیام طاغوته. یعنی بنشینید تا امام زمان بیاد. دستگاه سیاسی رو ببینید. هر نوع مخالفت با شاه رو مخالفت با خواست خدا تعبیه میکنه. ما در نوبت های پیشین خواندیم اون آبای کلیسا رو که میگفتن این شمشیر قیصر مال خداست. شما داری در برابر نماینده خدا میستی. اینا تازه بزرگترین کشیشان گفتن ها. پولس قدیس گفته، پتروس قدیس گفته. اینا احسای عمیقی بود که جهان مسیحیت رو تو نکبت نگه داشت. منتقد بزرگ مسیحیت آی ماکیاولی چه میگفت؟ میگفت اصلا این دین انسانها رو خراب کرد. یکی از مشکلاتی که او برمیشه مرد، حالا او در ایتالیایی بود که اساس کلیسا مال اونجا بود، قدرت کلیسا در اونجا بود، میگفت اگر ما اینقدر بدبخت شدیم به خاطر اینکه این آموزش های کلیساست که ما رو تو سری خور بار آورده، بین ما اختلاف انداخته، حقوق ما مشخص نیست، ارزش های خودمون رو درک نکردیم.
چرا به مسیحیت حمله میکنه؟ به خاطر اینکه او رو دینی میدونه که اخلاقیات جامعه رو خراب کرد. روسو هم همین کار رو میکنه. توماس پین به شکل جدی این کار رو میکنه در کتاب عصر خرد و دیگر که حالا بعدا بهش خواهیم رسید. خب سنت ما پر است از اینها، قصه، ادبیات، اشعار، هنرها که در اون بردگی، بندگی، عافیت طلبی، اینکه در برابر حاکم نیستیم، در برابر او قد علم نکنیم، حد خودمون رو بدونیم، پا فراتر نگذاریم، همین تو ادبیات ما وجود داره. اینها به کودکان ما آموزش میده که در برابر قدرت فائقه، چه پدر باشه که در خانه است، چه کت خدا باشه که تو ده، یا حاکمی که تو پایتخت نشسته، اونها هستن که حق دارن ما رو بکشن، حق دارن اموالمون رو ببرن، حق دارن تو سرمون بزنن، ما حق نداریم اعتراض کنیم. بنابراین پدیده سنت گرایی سبب میشه که ما در درون یک فرایندی قرار بگیریم که همه ویژگی هایی که باعث میشه انسانی خودش از جامعه حذف کنه وجود داره. بی خیال امر سیاست بشه وجود داره. دائم قصه میگن برای ما. سرنوشت بزرگان ما رو به یوم یادآوری کرده تاریخ. من بارها عرض کردم تاریخ آموزگار خیلی خوبیه. اما شاگردان کودن خیلی زیاده. خب این تاریخ رو برای ما خواندن. سرنوشت امیرکبیر چه شد؟ سرنوشت زکریای رازی ها چه شد؟ بو علی ها چه کردن؟ بر سر اونها چه آمد؟ ساکت باش، حرف نزن. اون بزرگان رو ببین به چه روزی افتادن. اگر میخوای مقرب درگاه شاه یا خلیفه باشی این گونه رفتار کن، وگرنه تو رو میفرستن در حمام فین کاشان، وگرنه میری در سرابه های دیگر که اصلا جنازه و جسدت پیدا نمیشه. اینها بر ذهن مردم حکومت کرده. و وقتی امروز این داستان ها رو میخونی، به غیر از تعداد معدودی شاید شاعر یا نویسنده ای که جنبه های خونم تازه خفیف از مسائل انقلابی، بقیه همه تثبیت وضع اون زمان که استبدادی بوده رو کلید زدن، سعی کردن همین وضعیت باقی بمونه. مانع دیگر آرمانگرایی، یعنی سعی میکنیم وعده هایی به مردم بدیم که هر کسی میشنوه میدونه که تخیلیه. حالا این تخیل به قدری است که گاهی اصلا این آرمانگرایی سبب میشه که اصلا شما تو این دنیا به دنبالش نباشی. یه اوتوپیایی میسازن در یک جهان دیگری. اگر تو این دنیا بهت بد گذشت تحمل کن، خدا جای دیگری بده. خب وقتی قرار طرف جای دیگری خدا بهش بده، دیگه اگر سلیمانی بگه بیا تو خیابون، میگه بدش کن، خدا قرار جای دیگری به من بده. این سرنوشت منه که امروز زجر بکشم، چون خدا بیشتر به من پاداش میده. یا سلیمانی به عنوان رهبر انقلاب، وعده های تخیلی متوهمانه به مردم میده که اونها اصلا انگیزه برای آمدن در خیابان ها ندارن، چون میدونن این وعده تخیلی است، اونو نمیتونن محققش بکنن. بنابراین در کنار اون آرمانگرایی که البته آرمانگرایی که معقول باشه، شدنی باشه، آرمانگرایی های هم وجود دارن که کاذبن و سراسر جامعه ما حداقل در اون بخش های فکریش پر است از این آرمانگرایی ها. ویژگی دیگر کمالگراییه. یعنی به ما یاد دادن تا همه چیز خوب نبود حرکت نکن. حالا من اگر فرصت بشه وقتی بحث تاماس پین رو مطرح میکنیم، یه نکته هم از آقای بنیامین فرانکلین میخونیم که خیلی نکته جالبی است. اینا همه درسایی است برای امروز. سلیمانی امیری حرفی میزنه، قطعا این حرف که نمیتونه همه چیز رو پاسخ بده. گروه 25 شهریور مرامنامه ای میدی میشه، قطعا نواقصی داره. اما اون مردم ما به جای این که بر روی اون نکات مثبتش که میتونه جامعه ما رو بسازه تکیه کنن، به دنبال اینن که بابا یه سری نواقصی هم داره ها. خب بله قطعا نواقص، کدوم اندیشه است که نواقص نداشته باشه؟ مثلا فلسفه عملی یعنی همین. یعنی من و شما آجران مانی بخوام در مورد هر اندیشه صحبت کنیم، شما بهترین اندیشه رو ارائه کنیم، من ازش ایراد میگیرم، منم بهترین اندیشه های خودم رو بیارم جلو، شما میتونید 100 تا ایراد ازش بگیرید و ما میتونیم برای سالها با هم بحث کنیم که آیا نظام سیاسی من خوبه یا نظام سیاسی شما.
این یه بُعد فلسفی است، بُعد فکری است، درست. اما در بُعد عملی کار رو زمین مونده. ما باید بر روی یک اصولی که مشترکاً توافق بکنیم، اگر میدونیم فوایدش بیشتر از مضراتش، اونو انجام بدیم، بعد به مرور زمان نواقص رو برطرف. پدران بنیانگذار امریکا این کارو کردن. یعنی گفتن اگر ما 13 تا مستعمره نشین، مهاجر نشین، بنشینیم با هم بحث کنیم، برای ساختها باید همینجوری با هم بحث کنیم. چون هر کسی یه فکری داره، یه اولویت هایی داره که بر روی یک سندی که به آن بخوایم متفق بشیم نشدنی است. پس ما فعلا میایم بر روی اون اسناد یا اون اولویت ها و ارزش هایی کار میکنیم که برای ما مطلوبه. به مرور زمان اختلافات خودمون رو در درون نحوه اجرای اون جزئیات میتونیم برطرف. پس اینکه کمالگرایی رو در درون خودمون برجسته کردیم مانع کنش جمعی است. کمالگرایی در فکر اشکال نداره، اما در مانع در مورد عمل جمعی میتونه مشکل ایجاد بکنه، چون کار بر زمین میمونه اما ما به دنبال یک طرح کاملا بیعیب و نقصیم. مثل کسی که جرا مانی فرض کنیم میخواد خانه ای بسازه، هر نقشه ای بیاره یه ایراد توش هست. یعنی بهترین مهندسان رو بیارید که برای سلیمانی طراحی خانه بکنن، خود سلیمانی اون خانه رو ببینه هزار تا ایراد بهش بگیره، بگه این ناقصه، این اینجاش کجه، این اونجاش راست، کاملا هم درست. اما مسئله بر سر اینکه تو الان خونه نداری، باید بهترین طرح رو انتخاب بکنی، اما اون نواقصی که داره رو به مرور زمان برطرفش کنی. این کاری بوده که توماس پین، بنیامین فرانکلین و پدران و بنیانگذار امریکا انجام دادن که ما حالا به مرور بهش خواهیم رسید. بنابراین این چهار ویژگی رو من عرض کردم، بعدم در نوبت دوم سعی میکنم دو سه ویژگی دیگر رو عرض کنم و بعد اگر فرصت شد که به بحث توماس پین بپردازیم، اگر فرصت نشد که میذاریم برای برنامه آینده. بفرمایید. زمان سلمانی گرامی نکات بسیار مهمی رو اشاره کردید، هم جامعه شناختی، هم مربوط است به تاریخ و هم اعتقادات. شاید یکی از مسائلی که مانع پیشرفت درست حرکت ها و خیزش های اجتماعی می شود، به اضافه می کنم نه اینکه بخوام چیزی از آنچه که شما گفتید بکاهم، عدم تشکل پذیری است یا سازماندهی است. شما در جریان هست دیگه، ما توی این مدت های مدیدی که با هم کار میکنیم، حتی در گروه 25 شهریور به خاطر همین راه افتاد که باید سازماندهی کرد. تا سازمانی و حزبی با افکار معین، منش معین، مرامنامه معینی وجود نداشته باشد، مردم نمیدونن با کی میخواد کار کنن، چه کار میخواد بکنن. تازه راه هم افتادن، همه هم جمع شدن. بعدشی این حزب، آن حزب، آن یکی سازمان ما رو میخواد به کجا برساند و چگونه میخواد این کار رو انجام بده. بنابراین همه این مسائلی که شما به درستی بهش اشاره کردید، کیش شخصیت نقش بزرگی بازی میکنه. مردمی که شیفته کسی مثل خمینی یا هر کس دیگری در تاریخ هر جای دیگر دنیا میشون، میگن ببین این جنومش چیزی است، این ما رو نجات میده، این مملکت ما رو، این جهان ما رو درست میکنه. همونطوری که پیروان پیامبران هم نسبت به پیامبران همین گونه فکر میکردن. چرا؟ چون اونها دارای کیش شخصیت برای اطرافیانشون بودن، این اطرافیان هم مبلغ بودن و همطور قضیه پیش میرن. یا شخصیت هایی که کاریزماتیک هستن، مانند حالا غیر از دینیش در عرصه سیاسی ما خیلی ها رو داشتیم. خود هیتلر یک شخصیت کاریزماتیک بود، وقتی که نطق میکرد تمام بیننده های خودش رو، شنونده های خودش رو به هیجان میآورد. این از نادانی من هست که به جای اندیشیدن تحت تأثیر قرار بگیرم، احساساتی بشوم. و اینجاست که اون اوتوپیایی که برخی از
مدعیان قدرت سیاسی یا روشنفکران یا هر کس دیگری دارن این اوتوپیاست. رابطش با واقعیت و روی زمین بسیار اندکه. ما باید ببینیم این کیاریان یا آدم ها یا رهبرانی که جامعه رو میخوان رهبری بکنن اون خیالات رو اوتوپیا رو چگونه میخوان پیاده بکنن. همینطوری شما اشاره کردید و درست هم هست که میگن دوره زرتوش از زرتوش به بعد زرتوشتی ها بر این باور بودن که 3 دوره 1000 ساله وجود داره و در پایان هر 1000 سال فروکش کرده جامعه دچار نکبت شده و حالا باید آمادش کرد برای ظهور سوشیانس ها یا یکی از اونها مانند همین امام زمان که آخریش هم بهرام شاهی بود که از فراز هیمالیا یک پیام شعرگونه فرستاده، خیلی هم قشنگه، پر از انرژی واقعا و پر از میهندوستیه. من این رو بازنویسیش کردم، منتشرش کردم، البته اصلش به زبانهای دیگر هم هست. اما او دچار یک اوتوپیا بود و زرتشتیانی که فکر میکردن بهرام شاه همون کسی است که آمده است و منجی است و نجات میدهد، دیدیم که نه او آمد نه منجی آمد نه نجات داد. فروغ فرخزاد هم تو شعر بلندش میگه که نجات دهنده گم شده و نیامده است و نمیآید. اخوان سالس هم تو یکی از شعراش میگه که نیامد، بنابراین کاشکی اسکندری از راه برسه و نجات بده. یعنی او هم دوباره دنبال همون فرده و نه تشکیلات نه سازمان. این سازماندهی به معنای فقط اینکه یک تشکیلاتی درست کنیم بگیم دوستان شما اینجا مسئول این کار باشید، شما مسئول اون کار باشید، تنها این نیست. باید سازماندهی فکری توش حضور داشته باشید تا سازماندهی عملی از توی اون سازماندهی فکری بیاد بیرون که هر کس در واقع دست پرورده افکاری باشه که قبلا در اونجا تصویبش کرده است. و این نکته هم که شما اشاره کردید واقعا یک هر کس این رو در نیابد یعنی از زندگی هیچ نفهمیده. و اونی که ما در جریان کار و عمل خودمون رو تصحیح میکنیم یا باید تصحیح کنیم. من بارها اشاره کردم تو همین برنامه هامون که شما برید سنگ های پایین رودخانه ها رو نگاه کنید، اغلبشون سیغل خوردن صاف صاف و اصلا مانند پوست تخم مرغ صاف هم. در حالی که همین سنگ های شکسته آغازه کوهستان ها بر اثر سیلاب ها یا زلزله یا هر چیز دیگری زمختن. من این رو در یک رودخانه خیلی کوچیکی که در شهرمان بود دقت کردم، دیدم سنگ ها هرچی بالاتر من میرم نتراشیده و نخراشیده هستن، هرچی پایین تر میرم صافترن. و برای اینکه مثلا یکی دو تا سنگ صاف و کوچولو و خوشگل پیدا کنم، خب نوجوان بودم، جوان بودم، دوست داشتم، میرفتم قسمت پایین رودخانه که دیگه آبم نداشت حتی سالها. به هر حال همه اینا به هم پیوسته است. نجات دهنده در راه نیست غیر از خود ما، آنچه که شما گفتید. تقدیرگرایی نشان داده است که هیچ داستانی بر پیشانی ما نوشته نشده است که قرار است همون اجرا بشود. ما پیشانی نوشت نداریم، ما عملکردمون پیشانی نوشت ماست. عملکرد ما تنها نه، عملکرد جامعه ما هم می نویسه اون رو، عملکرد حکومت ها هم آن را می نویسند، عملکرد خانواده های ما، دوستان ما و همینطور تا جایی که جامعه زنده است، همه چیز در حال تغییره و هیچ کس نمی تونه بشینه محاسبه کنه بگه بر اساس این الگوریتم من همین فرداست که حالا به گفته شما مثال آوردید، پس آقای اسرائیل بیا بزنه بعد فلان کس هم تشریف بیاره بنشینه و همه چیز رو درست بکنه. اگر شما یک روز دیدی در تاریخ بنویسید تا بماند، چون این چیزی
شدنی نیست. ما خمینی رو همینطوری دیدیم که آوردن گذاشتن بر تخت و نشد. چرا؟ چون سازماندهی نبود، افکار مخالف رژیم قبلی بود، اما نمیدونستن چی میگن و چی میخوان. الان هم بسیاران مخالف این رژیم هستن، حقشون هم هست. واقعا این رژیم دیگه مغول و اسکندر و همه رو گذاشته تو جیبش. اما سازمان هایی که باید موتور محرکه این جنبش عظیم بشوند وجود ندارد. اگر هم هست اینقدر متضاد همان و پراکنده هستند که مردم واقعا نمیدونن کی چی میگه، کی چقدر راست میگه. وقت برنامه نگیرم، بفهمید. بزرگوارید. خب من تقریبا 4-5 مورد ذکر کردم، یه 3-4 مورد دیگر هم بگیم و بعد ببینیم بحث به کجا میرسه. یکی دیگر از مهمترین موانعی که جناب مانی برای یک کنش جمعی وجود داشت و تا حدودی هم داره، سیاست گریزی است. ببینید، همیشه در رژیم های استبدادی دانش هم دانش خودی و غیر خودی داره. دانش هم یک نوع ارزشگذاری خطرناک داره یا مفید بودن داره. شما در نظام های دینی یا اندیش های دینی، فلسفه علم خطرناکه، باید حذفش کنید. اگر میبینید ما فیلسوف بزرگی نداشته ایم یا کم بودن، برای اینه که شما در یک ساختاری نسبت به فلسفه سوء ظن دارید، اون رو به عنوان یک علم یا دانش گمراه کننده به مردم برچسب زنی کردید. وقتی چون این علمی وجود داره، مردم دیگه طرف فلسفه نمیرن. وقتی طبق حالا روایت های اون دانش های اسلامی علم فقه اهمیت داره، مردم کودکان خودشون میفرستن به مدارس دینی، میفرستن که برو قرآن یاد بگیر، به خاطر که این دانش هست که تو رو در آخرت رستگار میکنه. اگر میخوایم ببینیم چرا در گذشته این همه طلبه داشتیم، یا حتی منتقدان اسلامی که قبلا طلبه بودن، برمیگرده به اون استیلای فکری جامعه که علوم رو دستبندی کرده بود به علومی که حالا واجبن یادگیریشون، بعضی از علوم هستن که واجب نیستن اما به شکل کفایی ایراد نداره، مثل علم پزشکی که اینها نه مذمومن نه محمودن نه ممدوحن، میشه پرویزن. اما بعضی علوم وجود دارن که برای دین خطرن، مثل فلسفه. بی جهت نیست که شما میبینید بزرگترین فقها در تحریم فلسفه حکم دادن، بزرگتر به صراحت آمد. از علم کلام از سوی امامان شیعه مذمومه، میگه کسانی که رفتن سراغ علم کلام اینا سگان اهل دوزخ. تازه علم کلامی که فقط دلایل عقلی به کار میگیره برای اثبات دین، حالا فلسفه که از علم کلام خیلی بازتره، چون ممکنه دانشهایی رو که شما بررسی میکنید حتی به نفی دین منجر بشه. در فلسفه، در اون سیستم یا نظام فکری، شما میبینید که بزرگان شریعت نسبت به اندیشه های عقلانی یک نگاه بد دارن، نگاه مذموم دارن. اگر میخواید ببینید چرا در جهان اسلام فلسفه رشد نکرد، باید ببینید یه مانعی وجود داشته که آنقدر هزینه ها رو برای فیلسوفان بالا برده که کسی اصلا تمایل نداره حتی اگر اندیشه های فلسفی داره اون رو منتشر بکنه. مردم جامعه استقبال و اقبال ندارن که بخوان کودکشون رو بفرستن که برو پیش فلان فیلسوف یاد بگیر، نه، میگن برو پیش فلانی قرآن یاد بگیر، برو پیش فلانی احکام شریعت رو یاد بگیر. علم سیاست هم چون این وضعیتی داره، یعنی اگر فلسفه در بعد اون اندیشه های معرفتی بگیرید و بقیه از جانب دین تحریم شد، علوم سیاسی هم از جانب استبداد درباری ممنوع بود. چرا؟ چون شما با دانش فلسفه سیاسی انواع حکومت ها رو میتونید بفهمید. اگر اونها رو دانش رو نداشته باشی، فکر میکنید این حکومتی که الان به عنوان استبداد داره بر شما حکومت میکنه بهترین نوع حکومته.
اما اگر با آرای فیلسوفان سیاسی آشنا بشید چی میشه اون وقت؟ میبینید نه، یک رژیم های دیگری هم وجود دارن، یک بدیل های دیگری هم وجود دارن که اتفاقا اونا خوب کار کردن، اتفاقا اونا مردم رو به بازی گرفتن، ساختارهای مردم نهاد توشون وجود داره. اون وقت دیگه به اون سیستم استبدادی تن نمیدی. به همین دلیلی که سالها استبداد کرده کتابهایی در حوزه فلسفه سیاسی رو ممنوع بکنه. مگر کتابهای روسو رو نخواندیم که آتش زدن؟ مگر نخواندیم که کتابهای تاماس پین و دیگران رو تحریم کردن؟ سالها کتابهای مکیاولی ممنوع بود در درون همون کلیسای آن زمان، جز کتابهای زالده بودن. چرا به نظر شما؟ دلیل این که ذهن مردم در بود سیاسی باز میشه و این تفکر وجود داره حتی در حوزه علمی که اندیشه های اینا مخربه. توماس هابز یک کتابی داره بهیموت، در این کتاب او میخواد نشون بده چطور نظام ها از هم فرو میپاشن. یکی از مسائلی که مطرح میکنه وجود دانشگاه هاست، ترجمه آثار یونانیانه. میگه آقا این اندیشه ها باعث شده که دانشجویان ما که در دانشگاه ها هستن به یک نظم سیاسی دیگری هم اطلاع پیدا بکنن. وقتی اون نظم سیاسی یونان باستان رو که مثلا در دموکراسی های آتنی وجود داره یاد میگیرن، دیگه نمیان استبداد رو تن بدن. مردمی که آگاه هستن، نظم سیاسی رو میفهمن، فلسفه سیاسی رو میفهمن، آیا بلد فقیه رو قبول خواهند کرد؟ هزاران ایراد از بلد فقیه و مبانیش میگیرن. همین دلیله که اگر ما میگیم آثار فیلسوفانی آتش زده شد یا تحت تعقیب قرار گرفتن، برای این بوده که به همان شکلی که فقها منتقدان دین رو تکفیر میکردن، درباری ها هم منتقدان نظم سیاسی استبدادی رو تکفیر میکردن. این سیاست گریزی از علم آغاز میشه تا به تشکیلات میرسید که شما فرمودید، یعنی جوری سوء ظن نسبت به جناب مانی دارم، آنقدر از نفس انسان بد گفته شده، از همکاری انسانی بد گفته شده، از توطئه چینی بد گفته شده که بعدا میام و با آقای مانی کار نمیکنم، ترجیح میدم برای سلامت خودم خودم رو کنار بکشم. سیاست بی پدر مادره، سیاست اصلا مال ما نیست. توماس پین، حالا بعدا خواهیم رسید بهش، یه تعبیر جالبی داره، میگه پیچیده کردن این اندیشه های سیاسی یا دینی برای اخاذی بهتره، کلاهبرداری بهتره. یعنی جوری انقدر پیچیدهش میکنن. من بارها عرض کردم شما مثلا برید در مورد اندیشه های فقها ها بخونی، خیلی عجیبه جناب مانی. مثلا شما کتابخونه های اسلامی بری، مثلا آداب طهارت 10 جلد. خب آخه یه طهارت مثلا رفتن یه کار ساده انجام دادن 10 جلد کتاب میخواد واقعا؟ یا آداب توالت رفتن 3 جلد کتاب، مثلا علامه فلانی 3 جلد کتاب نوشته در مورد آداب خلا. چرا میخواد پیچیدش کنه؟ مگه یه کاری که خیلی ساده همه حیوانات انجام میدن، انسان هم انجام میده، نیازمند 3 جلد کتاب واقعا؟ نه، اون میخواد پیچیدش کنه که به ذهن شما مسلط باشه که اگه رفتی توالت فشار پاتو بذار رو سمت چپ، یه ذکر بگو، یه بالا رو نگاه کن، نمیدونم زیاد به اون پایین نگاه نکن، با دست چپ بشور، با دست راست تمیز کن، از این داستان ها. بعد یکی این کتاب رو میخونه میگه ای بابا دستشویی رفتن این همه آداب داشت ما نمیدونستیم؟ بعدم 6 تا روایت از جبرئیل و محمد و اینا میارن که این خدا ناظر اون تو داره نگاه میکنه و یک فضایی بر اون مؤمن بیچاره حاکمه که نمیدونه در کجا از دست این خدا و شریعت رهایی داره. چرا؟ برای اینکه میخواد یه دوربینی دائم به شکل نورافکن بالا سرت بذاره که تو تحت نظری. و علمش هم نزد عده خاصه، در حوزه سیاسی هم همین، همیشه جوری صحبت کردن که انگار پادشاهان داره ویژگی‌های عجیب و غریب هم. پشت پرده دربارها چقدر دارای مجد و عظمت و شکوه، و پادشاهان ما چقدر دارای فر ایزدی و انواع و اقسام اینها هستن، چقدر اسطوره ساختن در مورد پادشاهان و شاهزادگان در تاریخ ما. در حالی که اگر نگاه کنید 90 درصدشون حداقل، حالا درصدی ندیم، 9 دهمشون غالبا افراد فرومایه بودن، بر علیه همدیگه توطئه میکردن، این شاهزاده اون شاهزاده رو میکش، اموال مردم رو غصب میکردن، هزاران جنایت رو شما میتونید در دربارها ببینید.
یک دزد سر گردنم نمی کرد، ولی اینا می کردن. اما جوری اونها رو پاکدست، جوری اونها رو مردم دوست، جوری اونها رو دارای ویژگی ها و سجایایی نشون میدن که مردم عادی باورشون میشه که اینا از یک نژاد خاصی هستند. اینا ویژگی خاصی دارن. بنابراین سیاست گریزی چه در فکر و چه در عمل و ساختارها بود. حتی امروز شما نگاه کن جان مانی، چرا حزب تشکیل نمیدیم؟ چرا اینقدر مردم ما تن میزنن از کار حزبی؟ اینا همه اثرات اون تفکراست که میگه نمیشه به دیگری اعتماد کرد باهاش نشستی حزب تشکیل داد. نمیشه با اون نشست کار اجرایی کرد. نمیتونیم با فلانی گفتگو بکنیم، بشینیم کنار همدیگه یک ارزشی رو بزنیم وسط، پیراموش متفق بشیم. همش آمدن گفتن نمیشه، نمیشه، نمیتونیم. در حالی که ما میدونیم در جهان غرب مهمترین سطح، یعنی بالاترین سطح توسعه سیاسی کار حزبی است. قدرت انسانهایی که به شکل انفرادی هیچی به حساب نمیان، اما وقتی تبدیل میشن به صدها هزار نفر، اون وقت صداشون شنیده میشه. و اگر صداشون شنیده نشه در خیابانها، شما میبینید دست به انقلاب میزنن. اما استبداد سعی میکنه سیاست گریزی رو در جامعه و مردم ما نهادینه بکنه به هر طریقی. در یونان افرادی که در کار سیاسی دخالت نمیکردن به اینا میگن ایگه، یعنی ابله، احمق، یعنی کسانی که در کار سیاسی دخالت نمیکنی. فکر میکنی شما کنار نشستی سیاست با شما کار نداره؟ تصمیمی که اون رئیس آن پلیس شهر یا اون کشور میگیره که بریم بجنگیم بر روی زندگی شما تاثیر داره میذاره. اما مردم ما افتخارشون اینه که از سیاست دوریم، از سیاست فاصله داریم، در حالی که این برای جوامعی است که انسانهاشون نسبت به سرنوشت خودشون هیچ اهمیتی نمیده. تمام سنت ما، باورهای ما مملو از این اندیشه هاست، سیاست گریزی که کار ما نیست. هر کسی هم وارد کار سیاسی میشه میبینیم از او به عنوان کاسب، نمیدونم خود اگر، اصلا کلمه سیاست جناب مانی وقتی دیدید میگن این سیاست مداره، یعنی دروغگو خوبیه، آدم مثلا وسط باز خوبیه. یعنی حتی این تعابیر در مورد سیاست مداران به کار رفته که بعضیا به جای سیاست میگن دولتمند، تو سیاست مدار کلمه بدی شده. دیگری بیگانه گرایی، به خصوص از دورانی که بحث استعمار مطرح شد. خب این کشورهای استعماری به دنبال این بودن که منبعیاتشون، منافعشون در درون یک سیستم یا نظم اجتماعی راحت‌تر پیش بره. شروع کردن به خریدن افراد مختلف. شروع کردن به ایجاد یک توهمی که ما دارای قدرتی. ما هستیم که میاریم، ما هستیم که میبریم. برخی از این دولت مردان انگلستان در این سفارت هایی که بودند و اینها یک تعبیری، یک شمایی، نمایی از جامعه ایرانی به دست دادن، خیلی جالبه. میگم اینا باوری دارن نسبت به ما انگلیسی ها که ما خودمونم نداریم. یعنی اینا به قدری ما رو داره قدرت میدونن که فکر میکنن تو این مملکت هر چیزی رو ما جابجا میکنیم. بعد اونا به مثلا فرض کنید کنسولی یا سفیری در ایران اینو داره برای وزیر امور خارجه مینویسه، بعد اون بهش جواب میده که بذار اینطوری فکر کنن. یعنی این قدرتی که ما واقعا نداریم اما تونسته بر ذهن افراد تاثیر بذاره. برای همینه که نخبگان سیاسی ما در دوران مشروطه به بعد رو اگه شما نگاه کنید همیشه یه چیزشون به انگلستان امریکاست. شاه سابق به صراحت اشاره کرده بود که اگه امریکا و انگلیس منو بخوان من میمونم، اگه نخوان من میرم، مردم کاری نیستن. به همین دلیلی که دائما میرفت سراغ اون پارسونز و سولیوان، میگفت نظر دولت شما راجع من چیه؟ آیا دست از سر من برداشتی؟ آیا دیگه از من حمایت نمی کنی؟ همینطور نخبگان مختلف. نه اینکه اونا قدرت نداشتن ها، نه، قدرت بسیار قدرت داشتن، اما حضور اونها و قدرت اونها خلایی رو پر می کرد که اون خلا رو مردم باید پر می کردن. اما چون مردم سیاست گریز شدن، رفتن کنار، حالا دیگه نیروهای جاشون رو باید پر کنن. و اون نیروها کیان؟ اونایی که در کار سیاست خبره، نیروهای بیگانه، نیروهای خارجی.
بیگانه گرایی امروز هم وجود داره. یعنی آقایی که مردم رو فراموش کرده، این همه مردم ناراضی از دست این رژیم رو فراموش کرده، تمام سبد امیدش رو گذاشته برای بمب‌های اسرائیلی که اگه اینا باشن من میتونم کمک بگیرم ازشون، اگر امریکا به من کمک بکنه من میتونم حرکت بکنم. اونقدر هم و غمی که اینها در دیدار با نتانیاهوها دارن برای دیدن نمایندگان مردم ندارن، برای گروه های اجتماعی ندارن. این همه پیغامی که با 6 نور زیر نویس تحویل میدن در این انستیتوها، یک بار نیومدن با مردم صحبت بکنن، همین حزب ها رو تشکیل بدن با هر تعداد سرمایه انسانی که دارن، بیان برای مردم سرمایه گذاری کنن. نمی کنن. چرا؟ چون هنوز ته ذهنشون بیگانه گرایی است. یعنی اینها انقدر قدرت دارن میتونن هر چیز رو جابجا بکنن، اینو ببرن ما رو بیارن. هنوز هم هست دیگه، آخوندا رو انگلیسی ها آوردن، حالا اون همه افرادی که تو خیابان های تهران و جای دیگه بودن، اینا لندنی بودن، از لندن آورده بودن اینا رو با هواپیما یا با اتوبوسی چیزی آوردن اینجا. نه، هم خودمون بودیم اما عادت کردیم خطاهامون رو اشتباهاتمون رو بندازیم به گردن انگلیسی ها. نکته آخر، نشناختن مسئولیت جمعی. این مسئله خیلی مهمی است، مسئولیت جمعی. چون حالا این بحث در بخشایی که مربوط به توماس پین هست، من باید خلاصه در مورد صحبت میکنم. ما هنوز متوجه نشدیم کار سیاسی اجتماعی کار جمعیه و برای کار جمعی همه ما مسئولیت داریم. من نمیتونم کار جمعی مثل انقلاب رو به گردن آقای مانی بندازم. من نمیتونم خودم رو کنار بکشم بگم سلیمانی تو برو این کار رو بکن. نه، همه ما نسبت به سرنوشت جامعه خودمون مسئولیت داریم. این مسئولیت جمعی رو میذاریم برای برنامه آینده که من اون بخش مربوط به تاماس پین رو میخونم، در اونجا مفصل در موردش توضیح میدیم که بتونه کمک کنه. در نهایت این موانع رو ما باید برطرف کنیم. رژیم استبدادی، چه دینی چه درباری، همه اونها برای که انقلاب محقق نشه به طریقی از این عناصر که به عنوان موانع هستن داره بهره برداری، تبلیغات. و بنابراین نخبگان، روشنفکران و اندیشمندان باید این سطح رو بشکنن تا مردم بدانند که اینها ساخته این نوع نظام های فکری است برای تثبیت همین وضع اسفناک فعلی. بفرمایید. درود بر شما، من سخن دیگری ندارم چون این بحث بحث خیلی مهم نیست، نمیشه به سادگی ازش گذشت. میذاریم با اجازه شما برای برنامه های بعد که یک به یک همینطوری جلو بریم و باز کنیم که موضوع چی هست. اگر شما فرمایشی دارید من میشم. سپاسگزاری از شما. زنده باشید. پس بدرود تا برنامه آینده.